خب ببینید، سازمان جهانی بهداشت جمعیت ایران تا چند دهه دیگر به 30 میلیون نفر کاهش می‌یابد. حالا جمعیت کشور ما 85 میلیونه. به خبر فقط این نیست. در سال 2100 میلادی، یعنی 80 سال دیگه، میرسه به 30 میلیون. یعنی 80 کاش فقط این 30 میلیون مثلا جمعیت متعادلی باشه، نه اکثرا پیرم خواهند بود. حالا همین حالا روز به روز داره چی میشه؟ پیری زیاد میشه. جمعیت سالمندان 3 برابر رشد کلی جمعیته. یعنی اگه جمعیت کشور 1% داره زیاد میشه، جمعیت سالمندان 3.5% و بیشتر، 3.62% زیاد میشه. طبق این پیشبینی 1400 سهم سالمندی 10% بود، در سال 1430 26%، یعنی 1/4 جمعیت ایران بلکه بیشتر پیر میشن. خب این 1/4 ممنون تافر، این 1/4 که پیر شدن محتاج حتی بچه های خودم نیستن، چون که بچه ندارن اکثرشون، محتاج دولت خواهم بود و دولتی که باید بالاخره اما جوانایی که نیستن کار کنه. این یک مشکلی است که ایران باش روبروه و کسی نمیدونه چی کار باش بکنه و این مشکل کوچیکی نیست. منتها مشکلی، این مشکل در اروپا هم هست، ولی این مشکلی که ما داریم مزید بر چی هست؟ مثل اروپایی‌ها نیست. ما چند مشکل دیگه داریم که اروپایی‌ها ندارن. یکی اینکه اروپایی‌ها کمبود جمعیت خود رو با آمریکایی‌ها با مهاجر جبران میکنن. ایرانی‌ها یک طبیعت نجات پرستانه هم دارن. حالا ما عیب خودمون چرا نگیم؟ و از مردم کشورهای دیگه قبول نمیکنن که از خودشون مثلا به نظر خودشون در سطح پایین‌تر باشن. ولی اروپایی این چیزو نگاه نمیکنه. صاحب مثلا اگر طرف صاحب حتی تخصص هم باشه، ایران به چیزی نمیده. تابعیت نمیده. البته فشار که سر آدم بیاد یه چیزی تغییر میکنه، اما بازم 100% نمیکنه. مثال الان همه فشاری که بر سر دولت ایران اومده و سرباز میخواد، زنهای ایرانی که شوهر غیر ایرانی دارن که اکثرا هم افغانی و عراقی هستن، بچهای اونها رو هم تابعیت ایران میده. ولی این مشکل نمیتونه حل کنه مثل اروپا. اروپا فله‌ای میبینی که 1 میلیون 2 میلیون رو در یک سال و باز میتونه جذب کنه اروپا، یعنی با تکنیکی که داره، با تعلیمی که داره، اینها رو در مثلا طرف حتی اگه زبان آلمانی یا فرانسوی ندونه سیستمی به کار میبره که اونا فورا یاد بگیرن و جذب فرهنگشون بشن و فرهنگشون حداقل از لحاظ مادی بالاتره دیگه، از لحاظ نظم بالاتره. ولی ایران این فرهنگ هم نداره که بتونه مثلا یکی رو جذب فرهنگ خودش کنه. کی جذب فرهنگ گریه میشه؟ مسخره میکنن. کسایی که از بیرون میان مثلا عزاداری ما رو مسخره میکنن و خیلی رفتارهای دیگه ما رو. مشکل ایران فقط این نیست که مهاجر پذیر نیست، مشکل دیگه ای داره. یکی اینکه ببین مثلا اروپایی‌ها مشکل داره که بچه دار نمیشن، یکی داره پیر میشه، یکی اینکه مهاجر قبول نمیکنه، یکی اینکه مردم ازش میرن. یعنی حداقل مثلا از آلمان جمعیتش داره کم میشه، ولی کسی از آلمان نمیره، کجا بره از آلمان بهتر. ولی ایرانی‌ها میرن و جا عجیب این است که نسل جوانم میره، از اول انقلاب داره میره و خمینی میگه که بربند. و مشکل پنجمی که ایران درست کرده خیلی دیر فهمیده، این مشکل خیلی بزرگه ها، که مهاجر میره از ایران. یک مشکل بزرگ دیگه ای که اینه دیر فهمیده، بلکه برعکس میکرد، ممنوع کرده بود. یعنی ایران در سرش کلا رفت از زمان خمینی، همین تبلیغاتی که میکردن که بچه کم باشه نمیدونم زندگی بهتره، اینو قبول کرده بود خمینی. بعد خامنه ای قبول کرد تا 30 سال. الان میگه من نمیدونم خیلی اشتباه کردم و فلان. تو چطور مرجع تقلید هستی، اشتباه میکنی و نماینده امام زمان پس نیستی دیگه؟ امام زمان بهت نگفته بود در خواب که این خطرناکترین چیزی است که شما انجام میدید؟ مشکل بزرگ این است که در کشورهای اروپایی، حتی شوروی در زمان خود کمونیست‌ها که به اصطلاح خانواده رو به هم ریخته بودن، زنی اگر 10 بچه می آورد بهش میگفتن مادر قهرمان تا جبران کنن. ایران این کارم نکرد، 35 سال فرصت رو از دست داد، بلکه برعکس کرد. یعنی مردم رو مجازات کرد. اگر بچه مثلا 4 بود از بیمه اجتماعی ممنون بود، از خیلی چیزهای دیگه که بقیه بچه ها دارن ممنون شده بود. و
ولی بازم ایران به جایی نرسید که، حالا که برعکس کرده تشویق هم میکنه کسی بچه نمیاره چون فرهنگ عوض شده. و این مشکلی است که هیچ راه حلی هم براش نیست، یعنی دارم اینو به شما عرض میکنم، چون اروپایی ها براش راه حلی پیدا نکردن. راه حل فقط این است که آقا زن بگی تو خونه بشین، مرد تو کار کن، و این راه حل مشکل است دیگه. آب رفته به جوی بازگردد در اروپا که ناممکن است. اروپایی ها فعلا مشکل خودشون رو آمریکایی ها با آوردن مهاجر، هرچند که میگه ما مهاجر نمیخوایم، نمیخوای ببند دیگه، کاری نداره که، ولی دروغ میگن. هم آمریکا هم اروپا مهاجر میخواد، بدون مهاجر کشورش نمیمونه. الان شوروی چرا از بین رفت؟ شوروی هم که کشور بسته بود، یعنی ابرقدرتی مثل شوروی چرا از بین رفت؟ میدونید چرا؟ اینو هیچ کس به شما نگفته. وقتی که روسا کمونیستی حکومت درست کردن، نمایندهشون یک زن بود، رفت در سازمان ملل و اونجا یک حرفی زد که حتی غربیایی که اونا بی حیا بودن اصلا تعجب کردن. گفت نمیدونم من چرا حالا دیم داستان شد و گفتنم درست نیست، مثلا میخواست بگه که من چه نیازی به عروسی، چه ازدواج دارم، چه نیازی میگه به ازدواج دارم، ما میگه شیر تازه عروس خونه ما هست، چیزی شبیه به این گفت. یه خانومی هم بود.